جام جهانی سال 2023 مکعب روی برگزار شد با کلی شگفتی و البته یک پایان دراماتیک در دیوانه کننده ترین مسابقه تاریخ کیوبینگ. از آیتم حل چندین مکعب روی با چشم بسته شروع کنیم. توی این آیتم کریستوفر بابر با حل 49 مکعب روبیک از 52 تا روبیک انتخاب شده در زمان 59 دقیقه موفق شد با اختلاف قهرمان آیتم مالتی بلاین در جام جهانی 2023 بشه. در آیتم حل مکعب 4x4 با چشم بسته استنلی چپل با رکورد 1:11.51 موفق شد قهرمان جام جهانی 2023 در آیتم حل مکعب روی 4x4 با چشم بسته بشه. در آیتم حل مکعب 5x5 با چشم بسته هیل پونگ یانگ موفق شد رکورد جهانی حل روی 5x5 با چشم بسته رو بشکنه و با رکورد 2:18 هم رکورد جهان رو بشکنه و هم در این آیتم به مقام قهرمانی جام جهانی برسه. در آیتم حل روی که 6x6 تیمون کرشینسکی موفق شد یه شگفتی بیافرینه. با اینکه مکس پارک آمریکایی راند قبلی موفق شد رکورد جهان رو در این روبیک بشکنه، تیمون کرشینسکی در آیتم حل روی که 6x6 توی فینال با میانگین 1:15.38 موفق شد قهرمان جام جهانی 2023 در آیتم 6x6 بشه. در آیتم حل روبیک کلاک یا همون ساعت تومیچری موفق شد با میانگین 3:75 با اقتدار قهرمان جام جهانی در این آیتم بشه. در آیتم حل روبیک مگامینکس برخلاف تصورها لئوناردو مارتین لوپز اول نشد و تریستان چوبا با میانگین 29.25 موفق شد قهرمان جام جهانی 2023 بشه. در آیتم روبیک 7x7 مکس پارک آمریکایی موفق شد با میانگین 1:46.75 قهرمان جام جهانی در آیتم 7x7 بشه.
در آیتم FMC یا حل مکعب رویک با کمترین تعداد حرکت، جیدن مکنل از استرالیا با میانگین 22.33 قهرمان جام جهانی در این آیتم شد. آیتم حل روبیک اسکواروان جایی بود که رکورددارش مقام نیاورد و سمیر اگوارد با میانگین 5.40 موفق شد که قهرمان اسکواروان جهان در جام جهانی بشه. در آیتم اسکیوب زنخنانی رکورددار حل روبیک اسکیوب دنیا با بدشانسی نتونست قهرمان بشه و استنلی چپل تونست تو آیتم اسکیوب با میانگین 2.32 قهرمان جام جهانی در آیتم اسکیوب بشه. در آیتم حل روبیک هرمی یا همون پیرامینکس، هیونینگ هانگ با میانگین 1.88 از کشور چین موفق شد قهرمان این آیتم در جام جهانی بشه. در آیتم حل روبیک 5x5 در یک رقابت نفسگیر با اختلاف خیلی کم، مکس پارک تونست تایمون کلوشینسکی رو کنار بزنه و با میانگین 40.11 قهرمان روبیک 5x5 جام جهانی بشه. یکی از شگفت‌انگیزترین آیتم‌ها آیتم حل روبیک یک دست بود، جایی که پاتریک پونز رکورددار میانگین یک دست مقام نیاورد و مکس پارک رکورددار سینگل یک دست مقام نیاورد و در انتها سن پاتریک ویلیام فیلیپینی با میانگین 9.42 موفق شد قهرمان جام جهانی در آیتم حل مکعب روبیک با یک دست بشه. We'll be right back.
said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. در آیتم حل بروک 4 در 4 تیمون کلوشینسکی با یک عملکرد درخشان موفق شد رکورددارهای جهان یعنی مکس پاک و رکورددار سابق جهان سباستین ویر رو کنار بزند و با اقتدار با میانگین 22.11 قهرمان روی که 4 در 4 بشه. توی روز بد شانسی های زهخانی تو آیتم دو در رو که آیتم تخصصیش هم هستش با میانگین 1.36 دوم شد و زیویه با میانگین 1.34 قهرمان روبیک دو در رو جام جهانی شد. در آیتم حل روی با چشم بسته تومیچری باز هم توانایی خودش رو به رخ کشید و رکورد جهان رو در بخش میانگین توی آیتم چشم بسته تو فینال با میانگین 14.15 شکست و با سینگل 13.98 قهرمان حل روی با چشم بسته جام جهانی شد. و اما در بالاترین سطح مکعب روبیک دنیا در فینال آیتم روبیک 3x3 مکس پارک آمریکایی با میانگین 5.31 قهرمان شد. دی هنگ وانگ با بد شانسی با میانگین 5.32
نایب قهرمان شد و تیمون کلوشینسکی با میانگین 5.42 به مقام سوم رسید. فینالی که تمامی کیوبرهای اون در بالاترین سطحشون بودن و خیلی از قهرمانهای دنیا مثل لئو برمو، فیلیکس زمتگس، ماتس فالک، سن پاتریک ویلیام و حتی خیلی از قهرمانهایی که تو جام جهانی قبلی حضور داشتن توی این فینال حذف شده بودن و فینال 16 نفره فوق‌العاده جذابی رو داشتن که در پایان اون ماکس پارک تونست دومین قهرمانی خودش رو در جام‌های جهانی به ثمر برسونه و مثل فیلیکس به دو قهرمانی در جام جهانی برسه. لی هنگوانگ هم در کمال شایستگی با اینکه سه تا راند فوق‌العاده رو داشتش با 0.01 ثانیه دوم شد و تایمون کلوشینسکی به عملکرد خودش با جایگاه سوم روبیک 3x3 پایان داد به این مسابقه، که البته مسابقه خیلی آماده‌ای هم داشت و رکوردهای خیلی خوبی رو هم ثبت کردش. جام جهانی 2023 با تمام شگفتیاش به پایان رسید و خیلی از قهرمان‌ها ناکام موندن، خیلی ها بدشانسی آوردن و خیلی هاشون هم انتقال قدرت داشتن به کیوبرهای جدیدتر. جام جهانی که بالاترین سطح کیوبینگ رو داشتش توی این 10 سالی که جام جهانی های متفاوتی برگزار شد، البته جام جهانی هولش 14 سالی که داره برگزار میشه، ولی این جام جهانی بالاترین سطح ممکن رو داشتش و قهرمان های اون فوق العاده عمل کردن و توی آیتم 3x3 هم که همه منتظرش بودن بالاخره ماکس پارک آمریکایی موفق شد که قهرمان این جام بشه و به مقام قهرمانی و قهرمانی جهان برسه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. تو این ویدیو تمامی قهرمانان جام جهانی رو به تفکیک بهتون معرفی کردیم، رکوردهاشون رو گفتیم که ببینین با چه عمل کردی قهرمان این جام شدن. پوشش خبری کامل 4 روز این مسابقه با ویدیوهاش در کانال یوتیوب من قرار داده شده. میتونین به صورت کامل این 4 روز رو ویدیوهای کاملش رو دنبال کنین و تمامی فینال ها رو از کانال یوتیوب من مشاهده بکنین. امیدوارم که لذت برده باشین. تمرین یادتون نره. ارادت، خدا نگهدار.